چند خبر عاجل. نماینده آلمان برای احیای روابط با طالبان به کابل سفر می کند. تأکید وزیران خارجه روسیه و ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. واکنش طالبان به نوشته وحید عمر. گلبدین حکمتیار با سفیر پاکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. امریکا مقصر است. کماندوی دیروز بازوی توانای امروز داعش. و فاجعه ای که همه از آن ترس داشتند اتفاق افتاد. خبری که در آخر تماشایش کنید. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. نماینده آلمان برای احیای رابط با طالبان به کابل سفر می کند. رسانه های آلمان گزارش دادند که قرار است نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان به هدف گفتگو و تامین رابط با طالبان به کابل سفر کند. روزنامه آلمانی گزارش داده که این سفر آقای پول در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. او در این سفر با مقامات طالبان در خصوص بازگشایی سفارت و کنسولگری های آلمان در افغانستان و روند بازگرداندن دیپلمات های آلمانی به کشور گفتگو خواهد کرد. صدور ویزای سفر برای آن دسته شهروندان افغان که طی سالها حضور نیروهای نظامی آلمان و ناتو در این کشور در خدمت سازمان ها و نظامیان آلمان بودند از دیگر اهداف این سفر گفته شده است. این در حال است که ملا برادر معاون نخست وزیر دولت طالبان چند پیش در نخستین دیدار خود با سفرهای شمار از کشورها از جمله روسیه، چین و پاکستان گفت که دولت موقت طالبان قصد آسیب رساندن به جامعه جهانی را ندارد و می خواهد با تمامی کشورها رابطه خوب داشته باشد. از طرف هم حمید خان متقی وزیر امور خارجه طالبان اخیراً با سفیران شمار از کشورهای اروپایی در دوحه دیدار کرده و از آنان خواسته روابط خود با افغانستان را از سر بگیرند. تأکید وزیران خارجه روسیه و ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. لاروف وزیر امور خارجه روسیه با حسین امتا ایرانی خود تلفنی گفتگو کرده و با رایزنی در مورد افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کردند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه روسیه، لاروف و حسین در این گفتگو در مورد رابطه دوجانبه و منطقه‌ای از جمله اوضاع افغانستان گفتگو کردند. در این تماس طرفین در خصوص لزوم ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان با توجه به در پیش بردن فصل سرما توافق کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. کشورهای منطقه در دو نشست که اخیراً در تهران و مسکو برگزار شد نیز بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. این در حال است که طالبان دولت خود را که تمام اعضای آن افراد این گروه و عمدتاً پشتون هستند همه شمول میخوانند. از دید طالبان تاکید کشورها بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دخالت در امور کشور است. واکنش طالبان به نوشته وحید عمر. معاون سخنگوی طالبان به فرار امرالله صالح معاون پیشنی ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان داد. به گزارش سپوتنیک انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه تویتر نگاشته است که امرالله صالح دو روز پس از فرار غنی خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان کرد. او تاکید دارد عجیب است که وحید عمر در 72 ساعت پسین جمهوریت می نویسد امرالله صالح پیش از غنی بلکه پیشتر از همه از کابل فرار کرده بود و خود را به جای امن رسانده بود. قابل ذکر است که پیش از اوایل ماه اگست طالبان حملات خود علیه نیروهای دولتی افغانستان را افزایش داد. 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و کنترل کاخ ریاست جمهوری را به دست گرفتند. سپس گزارش شد که اشرف غنی از کشور فرار کرده است. گلبدین حکمتیار و سفیر پاکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. سفیر پاکستان در کابل و رهبر حزب اسلامی افغانستان در دیدار با یکدیگر درباره ایجاد دولت فراگیر در این کشور بحث و تبدیل نظر کردند. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه، منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در دیدار با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه منتشر شده توسط سفیر پاکستان،
دو طرف در این دیدار پیرامون تلاش‌ها برای ارتقای صلح، ثبات پیشرفت در افغانستان از طریق حکومت فراگیر و تقویت روابط پاکستان و افغانستان گفتگو کردند. منصور احمد خان چند قبل نیز گفته بود که با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره صلح پایدار و روابط برادرانه بین دو کشور گفتگو کرده است. همچنان فاجعه، نیروهای امنیتی ملی حکومت پیشین برای زنده ماندن دست به هر کاری خواهیم زد. نیروهای امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان با نشر اعلامیه‌ای نگاشتند که اگر حقوق و حیثیت ما زیر پا شود برای زنده ماندن دست به هر کاری خواهیم زد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماید نیوز، نیروهای امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در یک اعلامیه از پیامدهای بد طالبان که با آنان چه خواهند کرد هشدار داده و گفتند که اگر جهان درباره آلان بی‌توجهی کند فاجعه انسانی را خواهد داد. در این اعلامیه آمده نیروهای امنیتی ملی زمان وظیفه گرفتاری و تلاشی خانه‌های ترورستان را بر عهده داشت. حالا که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شدند، اکنون سازش با این گروه ممکن نیست. این نیروها حالا در یک وضعیت بد اقتصادی گیر ماندند و همه روزه گروه طالبان در صدد تثبیت و از بین بردن این نیروهاند. یادآوری میکنیم که پس از فرو آمدن جمهوریت و آمدن گروه طالبان، برخی نیروهای امنیتی ملی و دیگر نظامیان از کشور بیرون شدند و اکنون نظامیان که در افغانستان ماندند از سوی جنگجویان گروه طالبان تهدید و یا ترور میشوند. امریکا مقصر است. کماندوهای دیروز بازوی توانای امروز داعش. خبرگزاری رها. همان طور که قبلا هم گفتیم بسیاری از جنگجویان کنونی داعش از نیروهای ناراضی طالبان و تحریک طالبان پاکستان تشکیل شده است. در کنار این خروج بی‌برنامه آمریکا نیز سبب شده طالبان به دنبال انتقام از کماندوهای نخبه ارتش افغانستان که برای شکار طالبان تربیت شده بودند بیفتند. جنرالان آمریکایی به خوبی بر این مسئله هستند و به همین دلیل مدام در مورد شکست در خروج همکاران افغان خود سخن میگویند. رسانه آمریکایی در مطلب در این مورد می نویسد آمریکا مقصر قدرتگیری داعش در افغانستان است. تغییر رویکرد آنها یعنی جنگجویان ناراضی طالبان و تحریک طالبان پاکستان پیش از آنکه مباحث اصلی در مورد پاکی دینی باشد و اختلافات سیاسی سنتی در مورد تقسیم قدرت مربوط می شود. داعش وسیله برای اهداف ناراضیان تحقیر شده. داعش به بستر برای جذب آن دسته از عناصر طالبان و تحریک طالبان که کینه در دل داشتند یا احساس حقارت میکردند تبدیل شد. این واقعه سیاسی از نام داعش شاخه خراسان به عنوان وسیله برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. به روش مشابه رهبر باقی مانده حزب در سال 2014 و 2015 زمانی که جنگ به سنگرهای پیشین در انبار و تحرکات کشونده شد به دولت اسلامی روی آوردند.